اطاعت امر دوست واجب است، خاصه وقتی با نیت پاک، عاقلانه و مانند این مورد به سود هنر و جامعه باشد. اما آقای فاتح مرا شرمنده احسان نموده اونقدر تعریف کردند که دیگر جایی برای این غریزه خودپسندی من باقی نگذاشتند. حالا مثل این که من هم باید برای اینکه موضوع مونوتون نباشد به تضاد هنری بپردازم، یعنی از معایب خود و در نتیجه از بدشانسی و اشتباهات و کل شقی ها که موجب زیان و وقفه و پس رفتن پیشرفت های هنری گشته و خلاصه به انتقاد از خود و محیط بپردازم. ولی چون غالب اینها معلول ساختمان طبیعی من و آداب و رسوم محیط و تفاوت فاحش میان اکثریت هنگفت جاهل و اقلیت معدود روشنفکر و جهش انقلابی زمان و تغییر سلسله سلطنت که به طب موجب عطف توجهات بیشتر به ساختمان مادی کشور است، که در نتیجه باعث توجه کمتری به هنرها و تجملات روحی می‌گردد، بنابراین معلوم نیست که در بسیاری از شکست‌ها اگر خلاف طبع و وجدان خود به اصطلاح عادی، عاقلانه و مصالحه کارانه رفتار می‌کردم، شاید زیان بیشتری به اصل موضوع هنر و به مقام و احترام موسیقی و به تصویب جامعه بعدی وارد می گشت. زیرا موسیقی ما تا اون زمان قدمی از مطربی بالاتر نگذاشته بود. ملاحظه بفرمایید که واقعا با این شوخی تضاد هنری که بداهتا به فکرم رسید، چه گرفتاری بغرنجی برای خود به بار آوردم. تحلیل این موضوع کاری است که با روانشناسی و تاریخ و هنر و جامعه شناسی سر و کار دارد و کار منتقدین آینده اون هم چندی بعد از حیات من است. اکنون که بر حسب اتفاق بدین موضوع متوجه می شوم، احساس می کنم که از خاطرات آغاز تأسیسات موسیقی و مبارزات و فعالیت های 10 ساله اول کار جز چند نفر از شاگردان اولیه حیات ندارند و آنان نیز چون همه جوانان نورس بودند، درک مشکلات و مسئولیت ها را نمی کردند. بنابراین فقط خود من باید فصل خاصی برای این موضوع تعریزی نموده و به عنوان تاریخچه کار خود درنوار ضبط کنم، که البته این کار هرچه زودتر باید بشود، ولی چون در اینجا گنجایش ندارد